درود مجدد دویران به شما دقت کنید کارو. رو پس من یه جمله گفتم <coughs> که در اون جمله من یعنی مرد کننده بود و از کنم که اینجا دیگه کننده مرده نیست اینجا کننده اون او هستش حالا من میخوام به جاش ایش ایش زیه خب این مانه بالا گردن کلفتی میکرد ولی اینجا دیگه گوشش رو میگیرن گوش آرتیکلش رو میگیرن و میگن آقای آقای مان دیگه شما د نباید دید. اون ار در تبدیل میشه به چی بگید تبدیل میشه به ان خیلی خب پس ما در رو تبدیل کردیم به دن من بعدا بهتون جدول خواهم داد منطقه الان فقط تئوری ببینید بدونید که چی میشه خب تبدیل شو به چی؟ به دن حالا اینجا در جمله بعدی ایش زیر ich فخاو آرتیکلش چی بود؟ دی درسته؟ ببینیم عوض میشه یا نه ایش سه دیفخاو دی من آن زن را میبینم عوض نوشه این خودش میمونه خیلی دیگه عوض نوشه پس این جمله رو بیاره پایین اینه ورداره بذاره اونجا اونو بیاره اینجا ایش زه آرتیکل متشن چیه داسته درسته متشن ایش زه دست Mädchen. خب اینجا دیگه موری دیگه مدشن خودش کننده نیست دیگه کننده شما هستید آیا مدشن دستش عوض میشه؟ نه اینم هم همینطور میمونه خیلی خب اینجا دیگه لازمه که من جدول رو براتون ترسیم بکنم چرا که اگه ترسیم نشه در واقع شما گیج میشید همش با مثال نمیشه رفت جلو خیلی خب من این مثال رو پاکش میکنم جدول براتون ترسیم کنم خب درود مجدد بنده من فیلم رو نگه داشتم جدال سری چیز کردم براتون تو یکی دو دقیقه ترسیم کردم کمتر یک ستاره نکشید ببینید همون حالت فائلی که من گفتم این سه تا هستن این هم حالت جمعشه دقت کردید مثلا شما در زبان آلمانی میگید دیر من دقت کردید خب در واقع آرتیکل من دیر هست بعد این من در واقع جمعی هم داره من حالات جمع رو اینجا بنویسم درس 19 هم, هم, شد آرتیکل درس 20 حالات جمع یه دو سه دقیقه توضیح میدم که در واقع در جدول به دردمون میخوره خب پس شما و زمانی که مان رو توی واژه‌نامه پیدا میکنی حالت جمعش هم احتمال داره روبروش نوشته باشه من نوع واژنامه تو نمی‌دونم ولی من سعی میکنم جمع واژه رو همیشه بگم جمعش میشه منه خب شما که مان رو کردید مردها باید درش رو هم جمع بکنید اون درش جمعش میشه دی ببینید در، ماسکولینه جمعش میشه پلورالش میشه دی موری یعنی اینکه آیا اگر من اینجا مثلا فخاو بنویسم دی فخاو آیا این فخاو هم که آرتیکلش دیه اون چی جوری عوض میشه؟ اینجا که تو اینجوری که زدی این دیه با این دیه یکیه بله در واقع حالت جمع واژه ها آرتیکل دی میگیره حالت مهندسش هم دی میگیره مثلا دی جمعش میشه دی فخاو ان حالت جمع رو بعدا کار میکنیم پس ببینید این دیه همون موند هیچ فرقی نکرد خیلی حالا شاید شما بگید که اصلا این آرتیکل چی هست بذارید بریم جلو آکوزاتیوینا رو بشناسیم من تمام مبحث ها رو یکی یکی بهتون میگم الان بحث و بحث نشه خب دی فراو دی فراون یه مثال دیگه میخوام بنویسم با داس مثلا داس بوخ خب موری جمع بوخ رو اول به ما بگو چون ما میدونیم که جمع داس یعنی این داسه دی هست من دی رو می نویسم جمع کتابم میشه بیشه. این تو جمعش این اوه میشه او، این سه هم میشه شه خفیف و اینجا یه ای اخ میگیره که میشه بیشه. دی بیش خیلی اما خب. نکته اصلا نومیناتیو چی هست خب یه کوچولو من اینجا بگم شما واژه نامره که باز می کنید. هر اسمی که پیدا کنید یعنی حرف اولش بزرگ باید باشه همین الان امتحان کنید چه میدونم واساب فلاش تیش یا هر چیز دیگه که حرف اولش در اون واژه شما بزرگه و جلوش صد درصد یا ام نوشته یا اف نوشته یا ان نوشته و یا اگر ماسکولین ننوشته باشه د نوشته دی نوشته داس نوشته یعنی این حروف رو گذاشته یا خود آرتیکل نوشته مثلا واژه من آقای فرامرز بهزاد ام و اف ننوشته نوشته د به نظر منم این بهتره در هر صورت خب شما بدونید که نومیناتیو یعنی حالت فایلی در جمله شما اگر اون اسمی که خب مثلا آرتیکلش دی هست کار انجام بده عوض نمیشه مثل اون مثالی که بالا گفتم اما اگر روش کار انجام بشه عوض میشه حالا یه چند تا مثلا بیایم مثال بگیم که این آرتیکل ها عوض میشن و عوض نمیشن تا شما بفهمید این عوض شدن ها واسه چیه مثلا من میخوام بگم مثلا مثلا چیست der Tisch. خب این ده باید کوچیک باشه ها ولی من کوچیکش نمیکنم چون میخوام الان جمله بنویسیم موری میشه مثلا الان با همین ده تیش یه جمله ای بگی که درش این تیش که درش این تیش یا در واقع میز نومیناتیو یا کننده باشه چون شما گفتی که آرتیکل در واقع واژه ها در حالت نومیناتیوی عوض نمیشه آره ده تیش است گروس آن میز بزرگ است یا این میز بزرگه حواستون جمع باشه یا بگید آن یا این حالا ما در آلمانی آن و این هم داریم ولی این د در, در واقع یعنی آن میز خب د تیش است گروس آن میز هست بزرگ اینجا میز شاید مثلا کاری انجام نداده و جمله ما اسمی است ولی بالاخره کسی هم نتونسته باش کاری کنه در واقع میز میگه هی من قشنگم میز ایست شون این یه دلیل یه دلیل می که ما اینجا یه فعل داریم و این فعل ما خب یه فاعل نیاز داره دیگه درسته فاعلش نه این صفت گرو این گروس صفت هست گروس یعنی بزرگ حالا موری میشه یه کاری بکنی که مثلا این میزه روش کم بشه این درشت عوض بشه به دن و بشه آکوزاتیف بله ببینید شما نیاز به در واقع یک کننده کاری دارید به غیر از تیش که بیاد جای تیش بشینه مثلا 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 ساسان ساسان زیت حالا زینو گفتیم یکی دیگه مثال بزنیم هات داره اون میزه رو دن تیش تمام شد چیکارش کردیم گوش رو گرفتیم آوردیمش چی کردیمش دن چرا دنش کردیم چون اینجا دیگه ساسان کننده کار ما هست. و تیش روش کار انجام شد دقت کردید خیلی خوب موری یعنی چند تا ما فعل داریم مثل ذهن و هابن که در واقع این آرتیکل واژه ها رو اینطوری عوض میکنند فعل زیاد داریم بعد تازه بعضی فعل به کلمه بعد خودش دستور میده که آرتیکلش رو به شکل آکوزاتیوی عوض کنه ببین در به دن تبدیل شد بعضی فعل ها دستور میدن که داتیوی عوض شد منطقه پیلا پیلا تا ملاقاتی خدا خب اینم از این حالا من میخوام به جای این چیز تیش چند تا کلمه دیگه بنویسم میخوام بنویسم دی مثلا یکه یکه نیز جاکت دی یکه است خوست میخوام بنویسم شون زیباست قشنگه دیگه ساسان نمیدونیم بیسم ایش ایش ببین 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 دی یک ایست شون این جاکت قشنگه بعد میگی دارمش بابا ایش هابه دی یکه من این جاکت دارم ich habe die Jacke. سخت بچه ها؟ به که سخت نیست. ich habe die من این جاکت دارم. Das Buch ist teuer. گرونه. اون کتاب گرونه. بعد میگه که گرونه. Ich habe das Buch. عوض نشد دیگه اینجا. پس در حالت در یعنی خریدمش قبلا فکر نکن من نخریدمش پس اینجا فقط دیا تبدیل به دن شد خب در فیلم بعدی من یک مقدار این آکوزاتیو رو براتون باز میکنم تا خیلیتون راحت باشه آکوزاتیو رو بشناسید و بعد میریم سراغ در واقع داتیو تازه بعد شما آروم آروم داریم وارد دنیای زبان آلمانی میشیم شنس و شنس شونس, وخننده. شونس وخننده. یعنی آخر هفته خوبی داشته باشید شنس و خن Schönes Wochenende. Ach, heute ist auch schon. Schönes, schönes Wochenende. Wochenende. Mir Wochenende. Bye bye. Tschüss.